سلام مجدد خدمت دوستان عزیز ما جلسه قبلی در اتو یک ممو صحبت کردیم و یه مشکلی که از بر ما حل میکرد اما یه نکته وجود داره جلسه قبلی یادتون باشه من اومدم یه کامپوننتی درست کردم به نام باتن و این کامپوننت اینجا گذاشتم بعد یه دلیلی داشت میخوام یه چیزی نشونتون بدم توی کامپوننت باتن هم یه کنسول گذاشتم اوکی حالا میخوام برم چیکار کنم در حقیقت بریم بریم چه اتفاق میفته این دکمه رو وقتی میزنم خب یه رفرش میکنم سه تا در حقیقت کنسول میشه چرا چون سه تا کامپوننت دارم این دکمه رو بزنم اپ باید رام بشه چرا چون استیت عوض شده دمو ران نمیشه چرا چون ثابت گذاشتم مقدارشو آیا سال آیا باتم بعد دوباره رام بشه یا نه ظاهر قضیه میگه که نباید رام بشه چیزی عوض نشده اینجا یا کنید نه این عوض شده نه این اینم که یه فانکشن دیگه اینجاست دیگه چیزی عوض نشده ظاهر قضی... قضیه میگه که این باتن نباید دوباره رندر میشه ولی میشه نگاه کنید یه لحظه بخشید من فکر کنم اینو فارس نداشتم یه باری ستران شد اپران شد باتن هم دوران شد چرا این ران نشد چرا چون فارسه ثابته اما این ران شد یه دلیلی پشتش که مربوط به جاوا اسکریپت ها بریم با هم دیگه صحبت کنیم بچه توی جاوا اسکریپت یه نکته قبلش بگم زمانی که کامپوننت دوباره رندر میشه بچه خب جاوا اسکریپت میاد یه نسخه جدید فالس رو درست میکنه میده به شو همچنین یه نسخه جدید اینو درست میکنه میده به این این نسخه جدید بودن یه نکته توش داره میام اینجا یه وریبل تعریف میکنم اسمشو میذارم ور یک مساوی فالس یه وریبل دیگه تعریف میکنم ور دو مساوی فالس خب اگه من بنویسم ور یک آیا برابر است با ور دو به میگه true یعنی شما اگر... چرا چون بولین بچه ها یه نسخه یه جدید هم ازش درست بکنید باز با هم یکی هست اصطلاح به میگن ایمپلیتیف هستن بچه ها توی جاوازکریب یه سری وریبلا براس اما فانکشن ها جز اونا نیستن فانکشن ها جز وری نیستند آبجکت هم فانکشن ها بچه ها اینجا نیا کنیم من یه آبجکت حرف میکنم OBJ1 یه آبجکت. آبجکت خالی هستن یه آبجکت دیگه تعریف میکنم او بی اگه بگم این با این برابر است میگه نه فالس پس جاوا اسکریپت به فانکشن به دید یک آبجکت نگاه میکنه اما به بولیان به پیش آبجکت نگاه نمیکنه برای همینه که وقتی نسخه جدید یه فالس را هم میذاره اینجا با قبلش یکیه بچه ها ریاکت ممو خب کاری که میکنه در اصل اینه میاد چک میکنه میگه خب اون پراپسی که اومده شو آیا برابر با پراپس داد ویژن قبلی مثلا میگم پریو شو یه همچی کاری میکنه چون شو بولیانه قبلی و بعدیش با هم یکیه اینجا اوکیه چون تغییر نکردین کامپوننت رندر نمیشه اما اینجا چون این یک آبجکت نسخه جدیدش رو داره اینجا پاس میده با قبلی یکی یکی نیست حالا برای حل مشکل باید چیکار کرد ابزار جدیدی که میخوایم این جلسه معرفی کنیم یه هوک داریم به نام یوز کالبک یوز کالبک یوز کالبک میاد بچه ها یک فانکشن رو به عنوان ورودی میگیره اون فانکشن رو خود سیو نگه میداره میگه اگر فانکشن تغییر بکنه من خروجی بهت میدم تغییر نکنه همون قبلیه میام اینو میدم پاس میدم به یوز کال من یه تیکه رو برمیدارم یوز کال بک مثل ریوز دو تا ورودی داره دپندنسی هم داره در به دپندنسیش هم صحبت میکنیم پس اون رو پاس میدم به یوز کالبک یه دپندنسی هم داره دپندنسیش میشه هر چیزی که این تو استفاده شده چی استفاده شده اینجا؟ این من این اینو باید به صورت دپندنسی بدم اینجا اما تو این مورد خاص بچه نیاز نیست نیست شما ست رو به مورد دپندنسی پاس بدید نیاز نیست. میتونم این کار رو بکنید خب حالا بریم تاثیرش رو با هم ببینیم بالا اول هر سه تا اجرا میشه خب آها آه درسته دیگه درسته درسته نیا کنید الان بچه ها اول هر سه تا اجرا میشه این دکمه رو که میزنم چون اینو گوشتم فارس دیگه این متن رو نمایش نمیده این هم دیگه اجرا نشد اپ حتی دیگه اجرا نشد این یه مشکل باید اپ ران بشه چرا من دو تا از اینا گذاشتم اینجا فکر کنم بخاطر اینه بچه یه بار دیگه سه تا ران شد آره الان درست شد نگاه کنید اپ فقط ران شد درسته خودم شک کردم چرا اپ ران نشد پس جلوی ران شدن این کامپوننت رو هم گرفتم پس زمانی که شما پروپستون از نوع فانکشنه نمیتونید با ریاکت مموری جلوش رو بگیرید بعد به سراغ یوز کال در از کاری که کال داره میکنه چیه بچه ها؟ یوز کال داره میگه که این تاگل پاراگراف هندلر همیشه ثابته تضمین میکنه که این ثابته چجوری این کار میکنه؟ میام اینجا دوباره بچه let obj1 گفتم اگه بگم او فان میگه فارس اما اگر بیام یه همچی کاری بکنم بچه ها این دوتا رو مساوی هم بذارم حالا اگه بگم میگه تو کاری که یوز کال بک میکنه بچه اینه تضمین میکنه که این همیشه به یک جای اشاره داره به یک نقطه حافظه اشاره داره و تغییر نمیکنه در نتیجه یوز ممو بخش ریک ممو وقتی مقایسه میکنه با قبلیش میگه خب این همونه خب حالا بریم سراغ این نکته خیلی جذابی که میخوام بهتون بگم من اینو میدم به این افارس درش میارم یه دکمه دیگه هم بچه ها تعریف میکنم بالا این دکمه اینو میذارم اسمشو اگر این دکمه رو بزنم این دکمه پایینی فعال میشه و میتونم تاگل بکنم بخواد میخوام این مفهومی رو بهتون نشون بدم فانکشنش هم عوض میکنم اسمش رو میزنم الو تاگل هندلر یه فانکشن عادی می یه استیت جدیدم اضافه میکنم eller این هم فالس. بعد اینو میارم اینجا. اگه اینو بزنیم بشه ترو. بعد اینجا اجرا شدن اینو منوط میکنم به تورو بودن در چی بچه ها؟ اینو میگم که اگر allow toggle تورو باشه اجرا بشه ایف این اجرا بشه خب خب این تا اینجا قضیه حالا میخوام یه چیزی رو نشونتون بدم ببینیم آیا اصلا این کد کار میکنه یا نه فقط اینکه از من به کلاس بی هم یه دونه مارجین باتن بدم این دکمه هستم فاصله بگیرم مارجین باتن هم واناری خب اوکی الان اگه این دکمه رو من بزنم یه رفرش کنم الان هر چهار تا اجرا میشه اوکیه خب حالا من اینو دکمه رو که بزنم هیچ اتفاقی نمیفته چرا چون اینو باید بزنم این پایینی فعال بشه فقط قبلش بچه اولش اه... اوکی حالا اینو میزنم این دوتا اجرا شد چرا چون اینو زدم یه استیتی تغییر کرد درسته حالا اینو میزنم اجازه دارم این فعال میشه ولی باز کار نمیکنه چرا کار نکرد؟ من که اینو زدم این فعال شه. ببینید بچه ها الان من این دکمه رو زدم این شد تورو. اما با تورو شدن این اجازه نداد رو اجرا کنم. دلیلش چیه؟ توی جاوا اسکریپت فانکشن ها بچه یک مفهومی دارن به نام کلوژر. راجب کلوژر اگه یادتون نمید حتما بدید مطالعه بکنید خیلی مهمه. کلوژر میگه که زمانی که شما یک ولیبلی رو یه بار میگم کلوزر این مفهوم میرسونه که شما زمانی که یک فانکشن دارید تو دل اون فانکشن یه فانکشن دیگه هم وجود داشته باشه خب اون فانکشن داخلی به ولیبل فانکشن بیرونی دسترسی داره اوکی خب الان اتفاقی که اینجا میفته اینه که یوز کالبک باعث میشه که این کد ذخیره بشه بار اول که اجرا میکنه تو دل خودش ذخیره میکنه چی رو ذخیره میکنه این وریبل رو با همون مقدار اولیش یعنی فالس ذخیره میکنه دیگه تغییرش نمیده یعنی دفعات بعدی هم که داره اجرا میشه چون یوز کالبک به ما گارانتی کرده که این تغییر نمیکنه این با همون مقدار فالس اولیه میاد بالا و نمیذاره که این تغییر بکنه درسته من اینجا کردمش تو رو ولی این همچنان فالسه حالا چیکار بکنم که این مشکل حل بشه برای حل این مشکل شما باید اینو به با عنوان دپندنسی پاس بدید به کالبک الان چه اتفاقی میفته یوز کالبک میگه من اینو ذخیره نگه میدارم تضمینم میکنم تغییرش نمیدم اما اگر این دپندنسی من تغییر بکنه نسخه جدید رو درست میکنم حالا چه اتفاقی میفته اوز میخوام می زنگ خورد الان چه اتفاق میفته؟ اول این فالسه. یوز کال بک میدین رو ذخیره میکنه. میاد جلو. من دکمه این دکمه رو میزنم. وقتی این دکمه رو میزنم چه اتفاق میفته؟ این میشه تورو چون این عوض شده یوز کالک میگه خب این عوض شد دیگه پس من نسخه جدید از این درست میکنم با مقدار تورو جدید دیگه فارس نیست با مقدار جدید بریم اینو با هم ببینیم خب چهارتا شما میشه من اینو میزنم ستاران شد اینو میزنم درست شد پس این نکته دقت داشته باشید بحث کلوجر بچه برید حتما بخونید خیلی مفهوم مهمیه تو جاوا و ریاکت و اینجور جا امکان داره مشکل ساز بشه برای ما خیلی خوب اینم از بحث یوز کال و حالا ادغامش با یوز ممو بریم بیایم جلسه بعدی یه نکته دیگه هم مونده راجع بحث نحوه عملکرد ریاکت اونم بگم و این, این فصل رو ببندیم فعلا خداحافظ